بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. امروز مراسم بزرگ داشته امام بزرگوارمون به شکلی متفاوت از شکل معمول این مراسم اجرا میشه. چگونگی برگزاری مراسم مهم نیست، اصل قضیه و مهم گفتگو از امام بزرگوار است که ما امروز کشورمون و فردای کشورمون به این احتیاج داریم. امام بزرگوار سالها پس از درگذشت ظاهری او و فقدان ظاهری او در بین ما زنده است و باید زنده بمانه، و ما از حضور او و معنویت او و فکر او و انگشت اشاره او بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. امروز بنده میخواهم درباره یک خصوصیت مهمی از خصوصیات امام بزرگوار بحث کنم. البته ایشون یک انسان ذو ابعاد و دارای خصوصیات برجسته متعددی بودند. این خصوصیتی که امروز بحث می‌کنیم جزو مهمترین و برجسته‌ترین خصوصیات امام بزرگوار است و اون عبارت است از روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی امام بزرگوار. امام هم روحاً یک انسان تحول خواه بود، هم تحول آفرین بود. در مورد ایجاد تحول نقش او صرفاً نقش یک معلم و استاد و مدرس نبود، نقش یک فرمانده داخل در عملیات و نقش یک رهبر به معنای واقعی بود. ایشون بزرگترین تحولات رو در دوران خودشون، در زمان خودشون ایجاد کردند، در حوزه‌های متعددی و در عرصه‌های متنوع زیادی که من مقداری امروز اشاره می‌کنم. اولا روحیه تحول‌خواهی از دیر زمان در این بزرگوار وجود داشته است. این چیزی نبود که در آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 در ایشون به وجود بیاد، نه، از دوران جوانی ایشون یک انسان تحول خواه بودند. نشانه اون عبارت است از همون یادداشتی و نوشته ای که ایشون در دوران جوانی تقریبا در دهه 30 از عمرشون در دفتر مرحوم وزیری یزدی نوشتند، که من عین اون نوشته رو از خط ایشون رو مرحوم وزیری به من نشون دادن، دیدم، بعد هم چاپ شده در اختیار خیلی ها قرار گرفت. در اون نوشته ایشون آیه شریفه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، دعوت میکنند عموم رو به قیام لله، یه چنین روحیه‌ای در ایشون وجود داشت. این روحیه رو ایشون اعمال کردند
و همطور که اشاره کردم تحول آفرینی کردند، میدانی وارد مسئله تحول شدند، نه فقط گفتاری و دستوری. از تحول آفرینی روحی در یک مجموعه ای از طلاب جوان در قم که من حالا عرض خواهم کرد شرحش رو، تا تحول آفرینی وسیع در ملت ایران، عموم ملت، اون مسئله قم عبارت است از درس اخلاق ایشان. ایشون سالها، ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم، ایشون غیر از درس فقه و اصول و معقول درس اخلاق داشتند، جلسه اخلاق داشتند. البته اون وقتی که ما رفتیم قم سالها بود که این درس تعطیل شده بود، وجود نداشت. نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو که ایشون وقتی هفته یک بار جلسه ای داشتن در مدرسه فیضیه، طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن جلسه رو منقلب میکردند، دلها رو منقلب میکردند. این رو البته ما هم در درس فقه و اصول دیده بودیم، یعنی ایشون حتی در همین درس‌های فقه و اصولشون در یک مناسبت‌هایی صحبت اخلاقی می‌کردند. طلبه‌ها زار زار گریه می‌کردند وقتی ایشون صحبت اخلاقی می‌کرد، اشک می‌ریختند. اینجوریشون مؤثر بود بیانش، به انقلاب روحی ایجاد می‌کرد. این همون روش پیغمبرانه. پیغمبران هم آغاز همه حرکت‌های خودشون رو از انقلاب روحی افراد شروع کردند. اینی که امیرالمومنین می‌فرماید لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یطیر لهم دفائن العقول، این همینه. یستعدوهم میثاق فطرته یعنی اون سرشت نهفته انسانی رو در اینها بیدار می‌کردند و اون رو وادار می‌کردند به تحرک و هدایتگری عملیات و اقدامات انسان‌ها. امام اینجوری از اینجا شروع کردند. من البته نمی‌توانم قاطعاً ادعا کنم که اون جلسات رو ایشون تشکیل می‌دادند برای اینکه بعدها به نهضت عظیم سیاسی منتهی بشه، این رو من نمی‌دونم. لکن اون چی که مسلم است اینکه این حرکت آفرینی، این تحریک غریزه های معنوی و فطرت و سرشت انسانی از راه درس اخلاق و تذکر و آماده کردن دلها، این شیوه امام بزرگوار بود. از اینجا ایشون شروع کردن تا ایجاد تحول در سطح وسیع یک ملت، چه در دوران مبارزات که حالا من مقداری از نمونه های این تحول را عرض می کنم و چه بعد از پیروزی انقلاب. ایشون به معنای واقعی کلمه در ملت ایران تحول ایجاد کردند. توجه کنید که مخاطبی ایشون در این تحول عبارت بود از ملت ایران. این قبل از شروع نهضت امام مبارزاتی وجود داشت، مبارزات سیاسی در ایران وجود داشت، ده ها سال بود، گروه های مختلف، منتها حوزه کار اونها محدود میشد به یه تعدادی حد اکثر دانشجو. مثلا فرض کنید 100 نفر 150 نفر دانشجو رو اینها میتوانستن تحت تاثیر قرار بدن، توی مراسمی واردشون کنن. بحث امام بحث یک گروه محدود یا یک جمع محدود، یک حرفه معین، بحث اینا نبود، بحث ملت ایران بود. ملت مثل یک اقیانوس است. به طوفان در آوردن یک اقیانوس کار هر کسی نیست. یک استخر رو چرا میشه مواج کرد
اما مواج کردن یک اقیانوس این کار عظیمی است. ملت یک اقیانوس به امام این کار رو انجام داد، تحولاتی رو به وجود آوردن. یک تحول، تحول در روحیه خمودگی و تسلیم ملت بود. در دوران جوانی ما، در دورانی که ما یادمون هست که این نهضت شروع شد، ملت ایران یک ملتی بود که با مسائل اساسی سرنوشت خودش هیچ سر و کاری نداشت. مردم تسلیم بودند، خمود بودند، به فکر زندگی شخصی خودشون بودند. این حالت تحرک، میدانداری، وارد میدان شدن، مطالبه کردن، اونم مطالبه چیزهای بزرگ و مهم، این در ملت، در رفتار ملت و در خلق و خوی ملت ما مطلقا وجود نداشت. این رو امام ایجاد کردند. همین ملت خمود و تسلیم رو تبدیل کردن به یک ملت مطالبه‌گر. اون سخنرانی‌های پرشور و توفنده امام، اون بیان‌های خروشنده امام، اون چنان تکان داد این ملت رو که این ملت تبدیل شدن به یک ملت مطالبه‌گر. نمونش 15 خرداده، نمونش قضایای سال 41 که شروع نهضت سال 41 بود، نمونش اجتماعات عظیم مردم در شهرهای مختلفه که بعد هم منتهی شد به 15 خرداد. و 15 خرداد با اون کشتار عظیم نتوانست متوقف کنه این حرکت رو. باز هم اجتماعات مردم بود در طول زمان تا پایان دوران مبارزات. این یک تحول عجیبی بود که ایشون ایجاد کردند. تحول دیگر، تحول در نگاه مردم به خودشون و به جامعهشون بود. ملت ایران نسبت به خود یک نگاه حقارت پندارانه داشت. یعنی اینی که این ملت بتوانه بر اراده قدرت‌ها، بر اراده ابرقدرت‌ها فائق بیاد، مطلقاً به ذهن احدی خطور نمی‌کرد. نه فقط حالا اراده قدرت‌های جهانی، حتی اراده قدرت‌های داخلی، حتی اراده فلان مسئول، فرض کنید که یک اداره امنیتی یا انتظامی، اصلا به ذهن مردم خطور نمی‌کرد که بتوانند غلبه کنند بر اراده صاحبان اراده های تلخ و خطرناک. این رو احساس حقارت می کردن، احساس توانایی نمی کردن. امام این رو تبدیل کرد به احساس عزت، احساس اعتماد به نفس. و اینی که مردم حکومت استبدادی رو یه امر طبیعی بدانن، که اینجور بود. ماها اون زمان تصورمون که انهو این بود که خب بالاخره یک شخصی در رأس مملکت هست و اراده او حاکم، خب این طبیعت مسئله همینه، اصلا این رو یه امر طبیعی و عادی میدونستیم. از این حالت مردم رو تبدیل کردن به انسانهایی که خودشون نوع حکومت رو تعیین میکنند. شعارهای انقلاب، یکی شعار اول نظام اسلامی، حکومت اسلامی، بعدم جمهوری اسلامی، این شعار مردم بود. مردم خودشون تعیین کننده بودن، مطالبه کننده بودن. بعد هم در انتخابات های گوناگون شخص حاکم را، اشخاص مورد مسئولیت در بخش های مختلف حکومت رو مردم معین کردن. یعنی حالت خود حقیر پنداری که در مردم بود به کلی تبدیل شد به حالت عزت و اعتماد به نفس ملی. یک تحول دیگه در تحول در مطالبات اساسی مردم بود. یعنی مردم مطالباتشون، اگر چنانچه فرض کنیم یک گروهی از مردم یه مطالبه‌ای هم از دستگاه اون وقت داشتن، مثلا از قدرتمندای اون زمان داشتن، این بود که مثلا این کوچه اسفالت بشه یا این خیابان اینجوری کشیده بشه یا اونجوری، مطالبات در این حد. این رو تبدیل کردن به مطالبه استقلال، آزادی،
یعنی یک چیزهای عجیب، شعار نه شرقی نه غربی، اینها خواسته های مردم اونچنان تحولی درش به وجود آمد که از یه چیزهای حقیر، کوچک، محلی و محدود تبدیل شد به یک امور اساسی، بزرگ، انسانی و جهانی. یک تحول دیگری که امام به وجود آورد تحول در نگاه به دین بود. مردم دین رو فقط وسیله‌ای برای مسائل شخصی، مسائل عبادی، حد اکثر احوال شخصی میدونستن. فقط ما همین مسئله یا نماز و روزه و فرض کنید که وظایف مالی و ازدواج و طلاق و همین، در همین حدود دین رو، وظیفه دین و مسئولیت دین و رسالت دین رو محدود به این چیزا میدونستن. امام برای دین رسالت نظام سازی و تمدن سازی تعریف کرد. مردم نگاهشون به دین به کلی متحول شد و جامعه سازی و انسان سازی و اینها. یک تحول دیگر تحول در نگاه به آینده بود. در اون دورانی که نهضت شروع شد و امام وارد میدان شدن با همه شعارهایی که حالا بعضی از احزاب و بعضی از گروه ها و گروهک ها و اینها میدادن که خیلی محدود و کوچک و اینها هم بودن، در نگاه مردم آینده ای دیده نمی شد. یعنی مردم افق آینده ای در مقابل چشم نداشتن. این تبدیل شد به ایجاد تمدن نوین اسلامی. یعنی شما امروز به ملت ایران که نگاه کنید، این دست مبارک امامه که این حالت رو وجود آورده. مردم دنبال این هستن که تمدن نوین اسلامی رو تشکیل بدن و به وجود بیارن، اتحاد عظیم اسلامی رو به وجود بیارن، امت اسلامی رو تشکیل بدن. نگاه مردم، نگاه عامه مردم، توده مردم اینه. در یک حوزه تخصصی تر تحول در مبانی معرفتی کاربردی امام رو به وجود آوردن که این تخصصی جزء مسائل حوزوی و کسانی است که دستی در کار فقه و در کار علم اصول و اینها دارن. امام فقه رو وارد عرصه نظام سازی کردن. فقه از این مسائل دور بود. البته مسئله ولایت فقیه هزار سال در بین فقها وجود داشت و مطرح میشد، اما هرگز چون این امید وجود نداشت که این ولایت فقیه تحقق پیدا بکنه، هرگز به جزئیات اون، به مسائل اون پرداخته نمیشد. امام این رو وارد مسائل اصلی فقهی کردن. در حوزه علمیه نجف این رو مطرح کردن و درباره او بحث کردن، بحث های علمی متقن محکم کاملا قابل توجه برای افرادی که صاحب نظر در این زمینه هست. یا مسئله مصلحت نظام، که مصلحت نظام همون منافع عمومی است، منافع ملی است، چیزی غیر از اون نیست. این رو امام در فقه مطرح کردن. مسئله معروف اصولی و فقهی تزاحم و اهم و مهم که در مسائل شخصی و مسائل کوچک به کار می رفت، این رو وارد عرصه میدان عمومی کردن که در عرصه اداره کشور مسئله مصلحت نظام، مسئله اهم و مهم مطرح میشه. این رو یعنی در فقه ایشون این چیزها رو وارد کردن که این خیلی فرصت بزرگی برای فقه به وجود میاره. به نظر من حوزه ها باید از این خیلی قدردانی کنن و استفاده کنن، استقبال کنن. دست فقه رو باز میکنه در گستره تصرفاتی که میتونه در مسائل گوناگون بکنه. البته این کاری که امام در این زمینه فقهی انجام دادن کاملا روشمند و قانونمنده، یعنی همون طبق به تعبیر امام فقه جواهری است. یعنی چیزی بدعتی در فقه نیست، یک استفاده صحیح از موازین متعارف فقهی است که در اختیار فقها
فقها هست. یک نمونه دیگر از این تعبول در نگاه به دین و مسائل دینی، پافشاری بر تعبد بود در عین نگاه نوگرایانه به مسائل. یعنی امام یک فقیه نوگرا یا روحانی نوگرا بود، به مسائل با چشم نوگرایانه نگاه میکرد، در این حال به شدت پابند به تعبد. که ما اون روز اون دورانها خب روحانیونی بودن که در زمینه های مسائل روشنفکری وارد بودند و بحث میکردند و حرف میزدند و اینها روحانی و عالم و دینشناس هم بودند. اینها یه مقداری تحت تأثیر برخی از شرایط نسبت به مسائل تعبدی اون تقید لازم را، نه در عمل شخصی، در عمل شخصی چرا مقید بودن، در تبلیغاتشون خیلی روی او تکیه نمیکردن رو مسئله تعبد. امام آمدن در عین اون نگاه نوی که نسبت به مسائل فقهی و مسائل اسلامی و مسائل دینی و اینها داشتن، مسئله تعبد روش محکم ایستادن. هم تعبد در احکام، هم تعبد در مراسم دینی. این مسئله چکیه عجیبی که ایشون بر روی مجالس عزاداری و مراسم عزاداری و اینها کردن، اینها همش نشون دهنده اون پایبندی و تعبد بزرگ ایشون بود. یک حوزه دیگر از تحولی که ایشون به وجود آوردن، تحول در نگاه به نسل جوان بود، نگاه به جوانان. ایشون به فکر و عمل جوانان اعتماد کردن. این به معنای واقعی کلمه یک تحول بود. یعنی مثلا فرض کنید سپاه پاسداران که تشکیل شد، ایشون جوانهای 20 چند ساله رو در رأس سپاه پاسداران پذیرفتن که اینا جوانهایی که حد اکثر 30 سال مثلا سنشون بود، اینا در رأس سپاه پاسداران، فرماندهان لشکرها، فرماندهان کل، اینا همه جوانهایی بودن که کارهای بزرگ به اینها سپرده شده بود. در زمینه‌های دیگر هم همینجور، در بحث‌های قضایی، در جاهای دیگه، ایشون اعتماد عجیبی به جوانهایی که مورد قبولشون بودند، اون جوانها ایشون محبت میکردن، اعتماد میکردن به فکر جوان و به عمل جوان. البته در عین این که ظرفیت‌های غیر جوان رو ایشون نفی نمی‌کردن. اینی که حالا ما امروز حالا بحث جوانگرایی رو زیاد مطرح می‌کنیم، بعضیا تصور می‌کنن که جوانگرایی یعنی پیران رو به کلی انسان از حوزه خارج کنه، نه، امام مطلقاً نظرش این نبود. ایشون به جوان‌ها اعتماد می‌کردن به عنوان یک ذخیره برای نظام، به عنوان یک ثروت برای نظام. به نیروهای غیر جوان هم به همون اندازه اعتماد می‌کردن. ایشون در مثلا فرض کنید که همون وقتی که حالا این حقیر رو که نسبتاً اون وقت خیلی پیر نبودم به امامت جمعه تهران منصوب کردن، همون وقت مرحوم آقای شهید اشرفی رو مثلا مرد 80 ساله به امامت جمعه کرمانشاه، یا مرحوم دستقه، یا مرحوم شهدای مهراب که به شهادت رسیدن، اینها رو ایشون منصوب کردن. اینا همه مردانی بودن در حدود سنین 60 و 70 و اینها. یا در نیروهای مسلح، در سپاه مثلا جوانها رو گذاشتن، در ارتش شهید فلاحی یا مرحوم فرض بفرمایید که ظهیر نژاد مثلا، اینها افرادی بودن در سنین 60 یا بالاتر از 60. امام از اینها استفاده کردن. اینجور نبود که وقتی میگیم به جوانها تکیه کنن یعنی نیروهای غیر جوان رو به کلی از چیز خارج کنه. یا در کمیته امداد مرحوم عسکرولادی رو که خیلی جوان نبود ایشون اون وقت گذاشتن. پس اینی که میگیم ایشون به جوانها اعتماد میکردن و امروز هم ما همین عقیده رو داریم که باید به جوانها اعتماد کرد، باید از نیروی جوان در پیشبرد کشور استفاده کرد، که من بعدم به این میپردازم، این به معنای این است که این یک ذخیره ای، ثروتی است برای کشور، از این ثروت باید استفاده کنیم. معناش این نیست که اگر تجربه دارها و غیر جوانها هم که اونها هم یک ثروتی هستن حضور دارن، از اینها استفاده نشه. خب پس بنابراین
این تحولات، لکن تحول مهم دیگری که به وجود آوردن که شاید او از بعضی از این تحولات مهمتر بود، عبارت است از تحول در نگاه به قدرت‌های جهانی و ابرقدرت‌ها. اون وقت هیچ کس تصور نمی‌کرد که بشود روی اراده آمریکا، روی حرف آمریکا حرفی زد، برخلاف اراده آمریکا بشود حرکتی انجام داد. امام کاری کردند که خود رؤسای جمهور آمریکا گفتند که خمینی ما رو تحقیر کرد. واقعا هم همین بود. امام و کارگزاران امام و جوانهایی که با اشاره دست امام حرکت میکردن، اینا به معنای واقعی کلمه تحقیر کردن ابرقدرت‌ها رو، اراده اینها رو شکستند و اینها رو از میدان خارج کردن و امام نشون داد که ابرقدرت‌ها ضربه پذیرند، شکست پذیرند، که آینده هم همونه نشون داد. دیدید سرنوشت شوروی سابق که اونجور شد، اینم که آمریکای امروز است و این قضایای آمریکا که ملاحظه میکنید. اینا هیچ وقت تصور چنین چیزی نمیشد. امام این رو از اون روز در دل مردم قرار داد که بدانن نه اینا شکست پذیرن و ضربه پذیرن. خب نکته مهم اینه، این همه تحولات رو امام بزرگوار به وجود آورد که به معنای واقعی کلمه امام تحول بود، اما اینها رو از خدا میدانست. امام اینها رو به خودش نسبت نمیداد، اینها رو از خدا میدانست. همین تحول روحی که در جوانها به وجود آمده بود، مکرر امام در بیاناتشون که در همین صحیفه امام که منتشر شده ملاحظه کنید، مکرر در بیاناتشون به این تحول روحی جوانها توجه میکنن و اظهار تعجب میکنن. برای ایشون اعجاب آوره. خود امام این کار کرده بود، دست خود او در این کار بود، اما از خدا میدانست. واقعش هم این است که از خداست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، همه چی هر حول و قوه از خداست. و امام این رو واقعا، این مارمیت از رمیت رو معتقد بود، به معنای واقعی کلمه معتقد بود. ایشون به این حرکت جوانها و تحول جوانها خیلی اهتمام می‌ورزید، خیلی معجب به این حادثه بود. یه جایشون میگن که تحولی که در روحیه جوانها وارد شده است، واقع شده است، این از غلبه بر رژیم طاغوت بالاتره. چون رژیم طاغوت، غلبه بر رژیم طاغوت، غلبه بر طاغوت بود، این تحولی که در جوانها به وجود آمده غلبه بر شیطانه و شیطان از طاغوت بالاتره. یعنی اینجوری ایشون به این قضیه نگاه میکردن و معجب به این معنا بودن. این راجع به این مسئله‌ای که عرض کردیم. خب پس بنابراین امام تحول بود. این بحثی که ما میکنیم صرفاً نظر بر این نیست که حالا یک مثلا فرض کنید که اطلاع بیشتری از شخصیت امام داشته باشید، که اینم البته بی در جای خود مهم. این برای درس گرفتن، باید از امام درس بگیریم. هر جامعه زنده و پویایی احتیاج به تحول دارد. ما امروز احتیاج به تحول داریم در بخش‌های مختلف. البته این را عرض بکنم، بعد از رحلت امام، انقلاب و کشور از رویکرد تحولی فاصله نگرفته. یعنی ما رویکرد تحولی امام رو ملت ایران به حمدالله توانسته دنبال بکنه و پیش بره. ما در زمینه‌های گوناگونی به معنای واقعی کلمه تحول پیدا کردیم و قدرتمندتر از گذشته شدیم و در مواردی سرزنده‌تر از گذشته شدیم. اینا هست. همین تحول علمی که به وجود آمده، این چیز کوچکی نیست، این چیز خیلی مهمی است. اون روز ما از لحاظ علمی در یه وضعی بودیم که اصلا قابل اعتنا و قابل ذکر نبود. امروز در دنیا مطرحیم به عنوان حرکت علمی و تلاش علمی، یا توانایی‌های دفاعی که امروز ما توانایی‌های دفاعیمون در حقیقت
در واقع نزدیک به حد بازدارندگی است. این خیلی چیز مهمی است که کشور توانسته. یا در عرصه سیاست چهره با ابهت کشور در دنیا، جمهوری اسلامی امروز چهره با ابهت و قدرتمندی رو در دنیا از خودش نشان میده. اینا همش تحولاتی است که اتفاق افتاده و قابل توجهه. ما در این 30 سال حرکت کشور، حرکت تحولی که امام به وجود آوردن، این متوقف نشده است و پیش رفته. در بعضی از موارد هم ما زیرساخت‌های تحولی به وجود آمده است، لکن هنوز به فعلیت و تحقق نرسیده. اینا هست لکن کافی نیست. اون چیزی که من عرض می‌کنم این است که ما در یه مواردی تحول نداشتیم، موارد مهمی تحول نداشتیم، در مواردی عقبگرد داشتیم که این خیلی چیز تأسف‌بار و ناپسندی است و غیر قابل قبولی است، برخلاف طبیعت انقلاب. انقلاب، زنده موندن انقلاب به این است که پی در پی نوآوری داشته باشه، تحول داشته باشه، پیشرفت داشته باشه. تحول یعنی به حال برتری با شکل واضحی دست یافتن، یعنی یک جهش، یک حرکت بزرگ در زمینه‌های مختلف. ما احتیاج به این داشتیم، در بعضی از زمینه‌ها مطلقاً توانایی این رو نداشتیم. نقطه مقابل انقلاب ارتجاعه. انقلاب‌ها، خیلی از انقلاب‌های دنیا مبتلا به ارتجاع شدن، یعنی بعد از آنی که 5 سال، 10 سال، 15 سال از شروع انقلاب گذشت، به خاطر بی اهتمامی هاشون مبتلا شدن به ارتجاع، به عقبگرد، که این نقطه مقابل انقلاب ارتجاعه. و هر دو، یعنی هم پیشرفت انقلابی هم پسرفت به معنای ارتجاع، هر دو بستگی داره به اراده انسان ها. انسان ها اگر چنانچه درست حرکت بکنن، درست پیش خواهند رفت. اگر چنانچه غلط حرکت بکنن، پسرفت خواهند داشت، که این در قرآن هم به هر دوی اینها اشاره شده. در سوره مبارکه رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، که این اون جنبه سیاق آیات نشان میده که جنبه مثبت رو بیان میکنه. یعنی وقتی که شما تغییرات در خودتون ایجاد کردید، تغییرات مثبت، خدای متعال هم برای شما حوادث مثبت و واقعیت‌های مثبت رو به وجود میاره. دومی در سوره انفال، ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یعنی این جنبه منفی است، جنبه عقبگرد است. این اونه که اگر چنانچه خدا نعمتی به یک ملتی داد و این ملت درست حرکت نکردن، درست عمل نکردن، خدا من این نعمت رو از اینها میگیره. شما در دعای کمیل هم میخونید اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، این تغییر نعمت یعنی سلب نعمت، این چیزی است که ناشی از اراده است. ما بایستی به شدت مراقبت میکردیم و مراقبت بکنیم که به این حالت دچار نشیم. خب پس برابر این در نظام این معنا وجود داشته است، منتها در بعد از رحلت امام این حرکت تحولی وجود داشته است، منتها اون مقداری که وجود داشته به نظر ما کافی نیست. ما قادریم به دلایل گوناگون، قادریم که در بخش‌های مختلف تمدنی کشور و تمدنی نظام تحول ایجاد بکنیم، ولیکن خب نکاتی وجود داره. یعنی انتظار من از خودم و از جوانهامون و از ملتمون و از نخبگانمون این است که در فکر ایجاد تحول در بخش‌های مختلفی که نیاز هست باشیم. حالا این بخش‌هایی که باید تحول ایجاد بشه چی هست، یه بحث جداگانه لازم داره، من یه اشاره فقط بعداً عرض خواهم کرد. لکن تحول نکاتی درش هست. اگر بخوایم تحول به معنای واقعی کلمه و به معنای صحیح کلمه اتفاق بیفته، به این نکات بایستی توجه کنیم. یک نکته اینه که تحول خواهی
لزوماً به معنای اعتراض نیست، بلکه به معنای این است که گرایش مستمر به بهتر شدن. این تحول خواهی اینه، یعنی اکتفا نکردن به داشته های موجود. تحول منشأش میتوانه این باشه، البته مواردی ممکنه منشأش اعتراض به وضع موجود باشه، اما همیشه اینجور نیست. در موارد زیادی تحول به معنای این است که ما اونچه که داریم داشتمون رو بهش اکتفا نمی کنیم، چیزی یه قدمی بالاتر، یه مرحله جلوتر رو دنبال می کنیم. لازم نیست حتما یه جا احساس شکست کرده باشیم تا بخوایم تحول ایجاد کنیم. نه، یه جایی احساس شکست هم نمی کنیم. من از اینجا چی نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام عرض بکنم در اون جاهایی هم که ما تحول مثبت ایجاد کردیم، مثلا فرض کنید مقوله علم، اینجا دیگه کسی نگه که خب ما تحول دیگه کردیم، احتیاجی نیست. نه، ما به اون چه که داریم نباید قانع باشیم، به داشته های خودمون نباید قانع باشیم، بلکه بایستی باز هم تحول رو بخواهیم و لازم بشمریم و دنبال کنیم، حتی در همین زمینه‌ای که در اونجا تحول هم مثلا داشتیم، یا در زمینه‌های گوناگون دیگری که تحولی انجام گرفته. پس بنابراین تحول یعنی میل به شتاب گرفتن و سرعت داشتن در حرکت و جهش در حرکت و اجتناب از تحجر، اجتناب از پافشاری بر مشهورات غلط. اینا معنای تحول اینهاست و این کاملا در اون جاهایی که حتی اعتراضی هم وجود نداره این معنا وجود داره. بنابراین این یک نکته است. نکته دوم این است که تحول صحیح احتیاج دارد به پشتوانه فکری، یعنی هر حرکت بی پشتوانه فکری رو نمیشه تحول دانست. بعضی از حرکت‌های سبک و سطحی اینها رو نمیشه به حساب تحول گذاشت. تحول پشتوانه فکری. فرض کنید ما امروز بایستی در زمینه عدالت، یکی از مسائلی که باید حتما تحول در او وجود بیاد مسئله عدالت، در زمینه عدالت باید تحول ایجاد کنیم. این باید متکی باشه به یک مبنای فکری. ما اندیشه متقن و شکل یافتمون در زمینه عدالت چیست؟ بر اساس او اون وقت بریم سراغ تحول. این یعنی این پشتوانه فکری یکی از چیزهای لازمه که دارایی‌های معنوی ماست. یعنی ما بایستی از دارایی‌های معنویمون در این زمینه استفاده کنیم که همون عبارت است از احکام اسلام و مقررات اسلامی و آیات کریمه قرآن و کلمات اهل بیت علیهم السلام. از اینها باید استفاده کنیم، بر اساس اینها باید تحول ایجاد کنیم. امام هم هر کاری که در زمینه تحولات انجام دادن متکی به همین حرکت اسلامی و مبانی معرفتی اسلام بود. در چارچوب او امام امور کردن. اگر چنانچه یه چنین پشتوانه فکری وجود نداشته باشه، انسان این تحولش غلط خواهد بود، احتمالاً قدم رو نابجا انسان برمی‌داره، بعد هم پافشاری درست نمی‌کنه، یعنی ثبات قدم در این حالت تحولی نخواهد داشت. انسان به یاد بعضی ها میفته، در انقلاب خودمون داشتیم ما کسانی رو که اینها افراد انقلابی و علاقمند و اینها بودن، منتها چون پایه‌های فکریشون پایه‌های محکمی نبود، پایه‌های ایمانیشون پایه‌های متین و مستحکم و دارای پشتوانه‌های عقلانی محکم، استدلالی محکم نبود، بعد از اینکه حالا مدتی گذشت، از سنین جوانی مثلا یه مقداری عبور کردن، تبدیل شدن به همون فسیل هایی که اصلا انقلاب علیه اون فسیل ها بود. یعنی انقلاب اسلامی در واقع یه عده فسیل های کجرو رو کنار زد. بعضی جوان های انقلابی دیروز هم
بعد از آنی که وارد مرحله های گوناگون زندگی و عبور از سالهای جوانی شدن، در واقع نزدیک شدن، حالا یا بعضی ها نزدیک شدن بعضی ها تبدیل شدن و چیزی شبیه اون بزرگ ها. به قول مرحوم امیری فیروزکوهی، ایشون در یه شعری میگه شباب عمر به دانش گذشت و شیب به جهل، کتاب عمر مرا فصل و باب پیش و پس است. واقعا بعضی اینجور هستن. خب این هم یک نکته دیگری که خیلی مهمه این است که تحول رو با استحاله فکری نبایستی اشتباه گرفت. در دوران حکومت پهلوی و اندکی قبل از حکومت پهلوی و بعد شدتش در دوران حکومت پهلوی چیزی به نام تجدد وارد کشور شد که این رو به عنوان یه تحولی در زندگی ملت ایران به حساب می آوردن. این تحول نبود، این استحاله ملت ایران بود، هویت ملت ایران رو از او سلب کردن بود. یعنی در واقع ملت ایران هویت دینی خود، هویت ملی خود، هویت تاریخی عمیق خود رو در این تجدد از دست داد. تجددی که در دوران پهلوی به وسیله یه مقداری رضاخان و پشتوانه های به اصطلاح روشنفکرای غرب زده و تلسم شده زمان رضاخان که او رو وادار میکردن، هدایت میکردن، کمک میکردن، توجیه میکردن کارهای او رو، در واقع ملت ایران به وسیله اینها، هم رضاخان و هم اون روشنفکراش، در واقع از هویت خودش سلب شد، یعنی خارج شد از اون هویت واقعی. این استحاله است، این تحول نیست. این استحاله، تحول باید رو به جلو باشه، این رو به عقب رفتن بود. ملت ها اگر چنانچه هویت خودشون رو از دست بدن، داشته های معنوی خودشون رو از دست بدن، اینها در واقع یک مرگ تمدنی برای اونها به حساب میاد. این یک مرگ تمدنی است، کمان که برای کشور ما هم متاسفانه همینجور هم بودنی. کار رو به جای رسوندن در بحث‌های علمی، بحث‌های اجتماعی، بحث‌های دانشگاهی که حرف یک مثلا دانشمند غربی به عنوان قول فصل شمرده میشه، بحث که میکنن فلان دانشمند غربی اینجوری گفته، وقتی که او اینجوری گفته پس دیگه بحث تمام است. این معناش این است که ما راه فکر رو بمندیم. راه فکر وقتی تقلید پیش آمد، مسئله تقلید از دیگران پیش آمد و اینکه انسان جرأت نداشته باشه در فلان مسئله علوم انسانی و امثال او روی حرف دانشمند غربی حرف بزنه، این معناش این است که باید فکر رو گذاشت کنار، اجتهاد رو باید گذاشت کنار، باید تقلید کرد. این درست نقطه مقابل اون تعلیم انبیاست که یطیروا لهم دفائن العقول، دفینه های عقل رو، دفینه های اندیشه رو در انسان ها زنده کردن، شوراندن و به ظهور رسوندن. این دکتر درست نقطه مقابل اون هاست. بنابراین این هم یک نکته. یک نکته دیگر این است که تحول لزوماً یه حادثه دفعی نیست. گاهی تحول تدریجاً انجام میگیره، بی صبری نباید کرد. اگر چنانچه هدفگیری و نشانگیری درست انجام گرفته باشه و حرکت به معنای واقعی اتفاق بیفته، اگر چنانچه به هدف تحول هم دیر برسیم ایرادی نداره. عمده این است که راه رو بریم، حرکت رو انجام بدیم و بی صبری نباید کرد. اینکه تصور کنیم که باعث حتما دفعتن یک کاری انجام بگیره، نه، اینجوری نیست. و این تجددی که حکومت‌های دست نشانده به ما دادن، این اشکالش این بود که یک دست هدایتگری نداشت. یکی از اشکالاتش این بود. ما بایستی در این حرکت تدریجی که حالا تحولی که تدریجاً بناس انجام بگیره، یک دست هدایتگر مورد اطمینانی بایستی بالا سر این تحول وجود داشته باشه که این بایستی دست‌های مطمئن
و قابل اعتماد هدایت کنند این حرکت های تحولی رو. ولی اگر هدایت نکردن، همون مثل اون وضعی می شود که اون روزها وجود داشت. این هم یک نکته. یک نکته دیگر این است که تحول رو با یک سلسله کارهای سطحی و دم دستی نباید اشتباه گرفت. بعض از کارهای سطحی متحورانه، عجولانه یک کاری انجام میگیره، این تحول نیست. اینا گاهی اوقات برای فرونشوندن هوس یک کار این کارها انجام میگیره که اینا خیلی ارزشی نداره. تحول کار عمیقی است، کار اساسی است که بایستی اتفاق بیفته. سرعت البته مهمه، لکن سرعت با شتاب زدگی فرق داره. خب حالا اینا یه نکاتی بود که در مورد تحولی که باید ما دنبالش باشیم، ملت ایران به خصوص جوانهای ما باید دنبالش باشن، این نکات رو بایستی توجه کرد. خب حالا تحول در چه زمینه هایی باید انجام بگیره؟ عرض کردم این موضوع یه بحث طولانی دیگری است که بایستی مشخص بکنیم در چه زمینه هایی ما کمبود داریم و بایستی در اینها تحول به معنای واقعی کلمه انجام بدیم. لکن به صورت یه فهرست مثالی، چند نمونه و چند مثال میشه گفت. مثلا در زمینه اقتصاد تحول به این است که ما بتوانیم اقتصاد کشور رو، بند ناف اقتصاد کشور رو از نفت قطع کنیم، یعنی اقتصاد بدون نفت رو بتوانیم به وجود بیاریم. یه تحول به معنای واقعی کلمه است. یا فرض بفرمایید در زمینه بودجه بندی های دولتی، دولت و مجلس بودجه رو جوری ببندن که به معنای واقعی کلمه ناظر به موضوع، ناظر به مسئله، ناظر به عمل کرد باشه. به تعبیری بودجه عملیاتی. البته ادعا میشه، دولت ها غالبا ادعا میکنن که بودجه عملیاتی است، ولی نیست. بودجه به معنای واقعی کلمه، بودجه کشور، اگر چنانچه درست بودجه بندی بشه، این یک تحول در امر اقتصاد مثلا به وجود بیاد. یا در زمینه مسائل فرض کنید که آموزش، مسائل آموزش، در مسائل زمینه مسائل آموزشی ما واقعا احتیاج داریم به تحول. تحول در زمینه مسائل آموزش این است که ما آموزش های دانشگاهی و دبیرستانی رو، حتی دبستانی رو، آموزش های عمقی قرار بدیم. عمقی، کاربردی، نه حفظی صرفا. فایده محور، درس ها و بحث های فایده محور رو مطرح بکنیم. بعضی از درس ها در مدارس ما یا در دانشگاه های ما تدریس میشه که برای این کسی که داره این رو میخونه هیچ فایده ای تا آخر عمرش نخواهد داشت، چون در این زمینه تخصص هم پیدا نمیکنه، اطلاعش هم در این زمینه اطلاع اونچنان کارآمدی نیست. یه چیزی مثلا اطلاعات عمومی چیزی یاد میگیره، هیچ فایده ای نداره، وقت او رو هم میگیره. یعنی در زمینه آموزش اگر بخوایم تحول ایجاد کنیم به معنای واقعی کلمه، تحول به اینه که درس فایده محور باشه، عمقی باشه، کاربردی باشه. که حالا همین برنامه تحولی که برای آموزش و پرورش تهیه شده اگر اجرا بشه و عمل بشه، بخشی رو از این به عهده خواهد داشت. یا در زمینه مسائل اجتماعی، مثلا مسئله تأمین عدالت، حل قطعی مشکلاتی مثل اعتیاد، اینا واقعا یه مشکلات اجتماعی است، اینا رو باید ما حل کنیم. یا مسائل خانواده، در زمینه مسائل خانواده به معنای واقعی کلمه باید تحول ایجاد کنیم. امروز خبرها و گزارش‌های متقن به ما میگه که ما کشورمون به سرعت به سمت پیری داره پیش میره. این خیلی خبر دهشتناکی است، خبر بدی است، از جمله چیزهایی است که آثار اون در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی براش متصور نیست. خب اینا رو باید با تحول، باز اینا رو انجام داد. در این زمینه ها باید تحول انجام بگیره. خب یک شرط مهم برای ایجاد تحول
نترسیدن از دشمن و دشمنی هاست. خدای متعال به پیغمبرش فرماید که بتخشن ناس والله احق و ان تخشا، از مردم نباید بترسید، از حرفی این و اون نباید بترسید. بالاخره هر اقدام مثبتی، هر کار مهمی ممکنه یک عده‌ای مخالف داشته باشه، مخالف مخالفت میکنه. امروز با حضور فضای مجازی نوع مخالفت ها هم غالبا نوع برخورد کننده و تیز و آزاردهنده است. اگر چنانچه یه حرکت مهم صحیح متقن محاسبه شده ای انجام میگیره، باید ملاحظه اینها رو نکنن. ملاحظه دشمن خارجی رو هم نباید بکنن. دشمن خارجی اگر چنانچه یک جبهه وسیعی از دشمن وجود دارد که هر گونه حرکتی رو که در کشور بخواد به سمت صلاح انجام بگیره، اینا این جبهه وسیع دارن نشستن، دارن دائم فکر میکنن که ضربه ها بزنن، هم از در زمینه های سخت افزاری، هم در زمینه های نرم افزاری. نرم افزاریشون همین است که تصمیم های مهم و درست و منطقی رو که در کشور گرفته میشه اینا زیر سوال ببرن با تبلیغات وسیعی که دارن. این امپراتوری تبلیغاتی که دست صهیونیست هاست، این رو بکوبن و نابود کنن از بین. باید از اینها نترسید، باید حرکت کرد. و به نظر من راهش هم این است که نیروهای جوان حضور داشته باشن. اونی که ملاحظه نمی کنه و نمی ترسه و بدون ملاحظه حرکت می کنه، اون نیروی جوانه. حضور نیروهای جوان با همون شکلی که قبلا عرض کردیم، نه به معنای نفی حضور ذخیره های غیر جوان، نه، بلکه به معنای استفاده از فکر جوان و از روحیه جوان و از حالت اقدام و جسارت و حرکتی که جوان میکنه، از این استفاده کردن. این شرطش اینه که اگر این کار شد انجام نگیره. خوشبختانه وقتی که کشور به خدا اعتماد میکنه، نتیجه هم میشد که ملاحظه میکنید دشمنان ما، و یکی از دشمنهای بخش های جبهه دشمن شوروی بود که اون شکل رو پیدا کرد. یکی از بخش ها این بخش آمریکاست که شما امروز روز وضع آمریکا رو، وضع آشفته آمریکا رو دارید مشاهده میکنید. اونچه که امروز در شهرهای آمریکا و ایالتهای آمریکا مشاهده میشه، این یک بروز یک واقعیاتی است که همیشه پنهان نگه داشته میشد. چیزهای جدیدی اینا نیست، اینا بروز واقعیت هاست که اون لجن ته حوض میاد بالا، خودشو نشان میده. این حالت اینجوریست. اینی که مثلا فرض بفرمایید یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه پوستی و همینطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، این هم خونسرد بشینه روی او و فشار بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن و هیچ اقدامی نکنن، این یه چیزی نیست که جدیداً به وجود آمده باشه. این یک طبیعت آمریکاییه. این کاریست که آمریکایی‌ها با همه دنیا تا حالا می‌کردن. با افغانستان همین کاری کردن، با عراق همین کاری کردن، با سوریه همین کاری کردن، با خیلی از کشورهای دنیا قبلها با ویتنام همین کارا رو کردن. این اخلاق آمریکاست، این طبیعت حکومت آمریکاست. امروز اینجوری خودش رو نشان میده. اینی که مردم حالا شعار میدن که ما بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم، که شعار مردم آمریکا امروز شده در ایالت ها و تظاهرات های وسیع شهرهای مختلف، این در واقع حرف دل همه ملت هایی است که آمریکا در اونجا ظالمانه وارد شده و اقدام کرده. اینجوریست. و به هر حال آمریکایی ها به توفیق الهی، به لطف الهی، با رفتارهای خودشون رسوا شدن. اون مدیریتشون در قضیه کرونا که اونها رو در دنیا رسوا کرده، الان هم ادامه داره این رسوایی، با اینکه دیرتر از خیلی از کشورها اینا ابتلا پیدا کردن و می توانستن
از تجربه های دیگران استفاده کنن، می توانستن آمادگی های لازم رو به وجود بیارن. ضعف مدیریت در اون کشور موجب شده که امروز تلفاتشون چندین برابر تلفات کشورهای دیگره و ابتلاعاتشون هم همینجور، و نتوانستن مدیریت کنن و نمیتوانن مدیریت کنن به خاطر همین خصوصیات فسادی که در دستگاه حاکمه آمریکا وجود داره. اون که اونجا، اینم که وضع اداره مردم، اینم برخورد با مردم، زبانشون هم درازه، مردم رو میکشن و با جنایت، با جنایت واضح و آشکار خودشون رو نشان میدن و عذرخواهی هم نمی کنن. در این حال زبانشون هم درازه، میگن حقوق بشر. اون مرد سیاهی که اونجا کشته شد ظاهرا بشر نبود و حقوقی نداشت و اینجوریست. به هر حال به نظر من ملت آمریکا، من قبلا هم یه وقت گفتم الان هم میگم، ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت‌های خودش و از این حکومتی که امروز در آمریکا هست. واقعا جا داره که ملت آمریکا احساس سرفکندگی کنه. اون کسانی هم که چه در کشور ما، ایرانی‌هایی که داخل کشورمون هستن یا بعضی ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستن که شغلشون حمایت از آمریکا و دفاع از آمریکا و بزک کردن آمریکا بود، اونا هم به نظر من دیگه سرشون رو بلند نمیتونن بکنن با این وضعی که الان پیش آمده. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال حوادث عالم را به نفع ملت ایران پیش ببره و اقتدار جمهوری اسلامی رو روز به روز بیشتر کنه و روح مطهر امام و بزرگوار رو و شهدای عزیز رو و شهید عزیز اخیر ما شهید سلیمانی رو با اولیاش انشاءالله محشور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.